دوازدهمین روز مرداد ماه برابر با 3 اوت سال 1333 خورشیدی برابر با 1954 میلادی، در گذشت فرانس کولت از بزرگترین نویسندگان زن جهان. مادام سیدونی گابریل کلودین کولت، معروف به مادام فرانس کولت، نویسنده فرانسوی که با یک روزنامه نگار ازدواج کرده بود، در خانه برای مبارزه با بیکاری و آزمایش ذوق ادبی خود قلم به دست گرفت. پس از چند ماه محصول کارش را که شامل شرح ساده و بی‌پیرایه زندگی وی در دوران کودکی بود، برای اظهار نظر به شوهرش داد. اما همسرش که جز خودش کسی را صاحب قریحه نمی‌دانست و تصور نمی‌کرد که کولت دارای ذوق و استعداد زیاد باشد، کتاب او را به دور افکند. کولت هم دیگر به نوشتن نپرداخت، ولی روزی اتفاقاً چشم شوهرش به کتاب او افتاد، صفحه اول را باز کرد و شروع به خواندن نمود، ولی تا آن را تمام نکرد به زمین نگذاشت. پس از این ماجرا وی کولت را مجبور کرد که برای روزنامه‌اش داستان بنویسد. کولت در مدت یک سال داستان‌هایی نگاشت که شوهرش همگی را به نام خودش چاپ کرد. این موضوع باعث اختلاف زیادی میان آن دو گردید و چون شوهر قبول نکرد که کولت مستقیماً داستانی بنگارد، کارشان به متارکه انجامید. کولت از آن پس به روزنامه نویسی پرداخت و شاهکارهای بدی چون ولگرد و انزوای پر احساسات به وجود آورد. وقتی که این دو اثر برای او موفقیت کسب نمودند، دیگر قلم را رها نکرد و آثاری چون گندم در علفزار و ساده‌لوح آزاد را نگاشت. وی در 80 سالگی طی جشن بزرگی نشان لژیون دونور را که تا آن زمان به هیچ زنی داده نشده بود دریافت نمود. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی. پس از انقلاب 57 و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران، بحث درباره تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت. از این رو پیشنویس قانون اساسی که از قبل به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت ایران نگارش یافته و متن آن توسط شورای انقلاب و هیئت دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا در روزنامه‌های کثیرالانتشار در 12 فصل و 151 ماده منتشر گردید. پس از آن آیت الله خمینی دستوری مبنی بر تشکیل مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، لایحه قانون انتخابات جهت تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی صادر کرد که به تصویب هیئت دولت و شورای انقلاب رسید و در نهایت بنا به تصویب دولت موقت، انتخابات خبرگان قانون اساسی برگزار گردید. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، در گذشت استاد جواد بدیع زاده، موسیقیدان معاصر. جواد اناری که بعدها به بدیع زاده مشهور شد، در تهران به دنیا آمد و به سبب صدای خوشش و آشنایی به ردیف‌های موسیقی ایرانی به خوانندگی روی آورد. بدیع‌زاده اولین خواننده است که ترانه‌هایش را خودش ساخته و با ارکسترهای رادیو همکاری داشته است.